سلام، حالتون چطوره؟ دوباره برگشتیم با یه پرونده دیگه که فکر کنم همتون میدونین مربوط به چیه. دیشب تو برنامه فوتبال برتر قلعه نویی اومد و به یه سری سوالات پاسخ داد. اما قبل از اون لازمه که تبریک بگیم تولد یکی از اسطورهای بزرگ فوتبال مملکت و کریم باقری که دیگه باش بد برخورد میکنن این روزا. اما دیشب در حالی که ما هممون منتظر بودیم علی خطیب بیا برنامه فوتبال برتر و پاسخ بده مثلا به دغدغه های هوادارا، به هاماتشون و کلا به سوالات حالا مردم و رسانه ها و در مورد این دعواش با نکونام جواب بده که چه خبره، چرا اتفاق داره میفته و کی مسئول این دعوا هست بالاخره. اما خب خیلی اتفاقی نیومد و یهو از ظهر دیروز مشخص شد که مهمون این برنامه کسی نیست جز امیرخان قلعه نویی. قلعه نویی اومد و اول حرفی که زد این بود که آقا من معذرت میخوام، قبل از من فقط من قطبی بودیم که معذرت خواستیم وقت حزمون از جام جهانی و به کیروش ما قشنگ تیکشو انداخت. اما در ادامه حرفایی زد که مالکشی بود، یعنی خیلی تو حرف جالبی هم نزد، نتونست از خوش دفاع بکنه، فقط مالکشی دو رفت پی کارش. میساقی ازش در مورد دستیاراش پرسید، اومد گفتش که آقا راسته که هر کیو میاری دستیارات انتخاب میکنی، کسایی هم که فقط تاییدت میکنن. اونم گفت نه به خدا از این حرفا، گفت خدا گواهه از این کارا نمیکنم، من کسایی میارم که کمک بکنم به تیم و من اصلا حرفاشونو گوش میدم. خیلی وقتا بوده که اونا نظری دادن که مخالف نظر من بوده و من نظر اونا رو اجرایی کردم. مثلا میگفتن من یه وینگر اونا میگفتن، یه وینگر من میگفتم، میگه که اونا انتخاب کرده بودن و باز میدادیم، حالا مهم نیست که چه اتفاقی میافتاد، ولی میخواد بگه که من انتقاد پذیر بودم، من کارامو که انجام بدم. ولی خب اینو جواب نداده که آقا این چه دستیارایی که همراه خودت بردی، اصلا 5 تا دستیار با خودت بردی که حالا متحری رو میگیم یه دانشی داره، یه تجربه‌ای داشت، ولی بقیه چی؟ مرحله اول که خدا دادم تازه این 5 تا اضافه میشه، میشه 6 تا دستیار. اومدی دستیار خارجی آوردی با خودت که اونم میگیم هیچی. اومدی هومن بیکومن رو آوردی پیش خودت، بعد هومن افاضلی اومدی، حمید مطهری رو آوردی که اوکیه، آندرنگ تیموریان رو آوردی. اصلا آندرنگ تیموریان چی کار میکنه تو تیم ملی؟ چه تجربه ای داره؟ چه کمک دانش خوبی داره؟ نمیدونم تجربه خوبی داره؟ چه کمکی میتونه بکنه به تیم ملی ما؟ رحمان رضایی همینطور، هومن افاضلی هم که مشخصه شما بهش استقلال صدرنشین رو همین الان بهش تحویل بدی آخر فصل سقوط میکنه. شاید بگه که نه استقلال 30 خورده امتیاز داره، امکان نداره سقوط کنه، ولی هومن افاضلی قطعا میتونه این کارو بکنه. یعنی انقدر طرف کارنامش از زغال سیاه‌تره تو فوتبال مملکت. بعد اینو آورده گذاشته دستیار تیم ملی فوتبال مملکت، رو چه حسابی؟ اینو منم حتی نمیدونم. یا مثلا سعید الهویی، آقای الهویی دقیقا چی کار میکنه؟ اون چه چیزی بلده؟ چه دانشی داره؟ توی گلگوهر هم که خیلی کار شاقی انجام نمیداد، تنها هنرش این بود که زبان پرتغالی بلد بود، فوشای ساپینتور رو درک میکرد، میفهمید که بهش فوش میده، اوج هنرش همین بود. سعید الهویی چه کمکی به تیم ملی میکنه؟ مربی دروازه بانانش چه کمکی کرده که آقای بیران بند روز به روز داره ضعیف‌تر میشه تو تیم ملی و عمل کرده بدی داشت تو جام ملت‌های آسیا؟ جواب اینا رو که قرار بده. میساقی در مورد احمد نوراللهی هم ازش پرسید، بهش گفتش آقا اینو چرا بازی نمیدی؟ مثلا نمیشد که با یه عذرخواهی مسئله حل بشه، این دعوا تموم بشه و این برگرده تیم ملی؟ خب بگو باکس تو باکس، بالاخره تو نیاز داری بهش. گفتش که امیرخان گفتش که نه، به خاطر اینکه من رو اصولم باید وایستم، به خاطر اینکه اگه رو اصولم وای نستم نظم و انضباط به هم میخوره، تیم به هم میریزه و از این دست حرفا. در مورد سن تیم ملی هم ازش میپرسم، یا آقا این میانگین سنی بالا بود، نمیشه مثلا چند تا بازیکن جوان همراه خودت ببری اونجا؟ که امیر جواب میده که آقا ما قرار گذاشتیم که این جوان گرایی بعد از جام ملت‌ها انجام بدی. میگه من خودم از اولین کسایی بودم که تو استقلال اومد جوان گرایی انجام داد و اون تغییر نسل رو انجام داد و اون تیم قدرتمند استقلال رو تحویل مملکت و هوادارا داد. ولی خب نمیاد توضیح بده در مورد انتخاب بازیکنام، مثلا سامان فلاح جوان آوردی برای چی؟ میدونی چی میگم؟ یا افراد مثل حاج صفی مادام برایش این سن نمیدونم کیو بگم داره، این از زمان دوره قبلی که خودت اومدی مربی تیم ملی بودی هم بوده تو تیم ملی. آخرین باختمون به قطر قبل از این باخت آخریه که مال 15 سال پیش بوده این هم بازی میکرده، الان هم این بازی میکرد. این قبل از فدراسیون فوتبال هم تو تیم ملی بوده. من نمیدونم این قراره تا کی تو تیم ملی باشه.
اما اوج برنامه جایی بود که نوبت رسید به سوالات میساقی در مورد آمار و عملکرد تیم ملی. مثلا بهش میگه که آقا شما بالاخره چیکار کردی؟ چرا تیم ملی باخت از قطر؟ چرا ضعفش برطرف نشد؟ برگشته میگه که آقا ما تو تمام بازیامون تیم برتر زمین بودیم از تمام آمارها. میساقیش میپرسه خب یعنی چی؟ میگه مثلا مالکیتمون بالا بود، 60% مالکیت داشتیم. که میساقی جوابش رو میده و دمش گرم بهش میگه که آقا 60% مالکیت داشتی، 300 تا پاس اومدی دادی، خب این یعنی همش سانس میکردی، تاکتیکت فقط سانس بوده دیگه. خب اینو همه بلدن، چند تا بازیکن قبلا میفرستی داخل زمین، چند نفرم سانس میکنن براش، این میشه موقعیت. خب یعنی گن زدی، یعنی بازی رو زمین نداشتی که انجام بدی، یعنی تاکتیک مشخصی نداری برای انجام دادنش. بعد کدوم نمیدونم قدرت و برتری نسبت به تیمای دیگه؟ آره فرض کن تو فاز هجومی و تو مالکیت و برتری داشتی، اما اون سوراخی که تو دفاع ایجاد کرده بوده کی قراره جواب بده؟ اون بازی بعد دفاع تو بازی با روس با سوریه که حالا تو میگی که کنعانی مثلا نبوده، خب چه ربطی داره؟ شو چرا بازی تو بازی ژاپن هم اون گل بدو خوردیم، حالا نیمه دوم میگیم تیم عملکرد بدی نداشت تو خط دفاع خودش و مهارشون کرد، ولی تو نیمه اول اون گل مسخره سر اشتباه شجاع کنعانی زادگان بود. یا تو بازی با قطر و فاجعه دفاع ما که 3 تا گل بد خورده از قطر، خب اینو کی قراره جواب بده؟ بعد برگشتی گفتی که ما به عنوان مربی کار خودمون درست انجام میدیم، کادر فنی کارش رو درست انجام داده و به بازیکن مربوط میشه. جالبه اولش میاد میگه که اگر بعد باختیم گردن مربیه و من به خاطر اشتباهاتی که داشتم عذرخواهی میکنم، و یه ولی پشتش میاری، ولی کادر فنی کارش رو درست انجام داده و به بازیکن مربوط میشه. یعنی قشنگ ماله رو گرفتی دستت، همینجور ماله کشی میکنی روی اشتباهات تیم ملی خودت و به اسم بازیکنان تموم میکنی. بعد میگه که آقا شما انتقاد درست نمیکنی. آقا انتقاد درست هم که ازت میشه، میگه همچین دریوری جواب میده به مردم. خب یعنی چی این حرفا؟ آقا بیا بپذیر که ساختار دفاعی مشکل داره، این ساختار دفاعی تو هر بازی داره تکرار میشه، این اشتباه داره تکرار میشه، پنالتی دادن های اشتباه، جاگیری های اشتباه، مهار نکردن بازیکن ها، اینا تو تک تک بازیه که ما گل خوردیم این هم داره این اشتباهات انجام میشه و تو بررسی نکردی و حلش نکردی. تو میای برمیگردی میگی که آقا بازیکن روزش نیست، نمیتونه مثلا تو گل بزنه، دیگه تقصیر من چیه؟ یا بازیکن اشتباه میکنه، اون ما تو بازی با قطر اونجوری گل میخوریم، اشتباه فردی بوده، تقصیر من مربی چیه؟ خب آقا جان وقتی که این چند بار داره این اشتباه ها تکرار میشه، بالاخره توی نقشی داری توی این مشکلات تیم ملی، تو این ضعف بازیکن. نمیشه که بازیکن 5 تا بازی 4 تا بازی پشت سر هم داره بازی میکنه و نمیتونه موقعیتش رو گل بکنه و تو باز دقیقاً بازیش میدی و کسی که جلوی تیم ملی قطر تا دقیقه 80 خورده بازی کرد بدونه که عملکرد تهاجمی مثبتی داشته باشه، بدترین بازیکن زمین شده این تارمی و تو اومدی اینو بازی داری تا آخر. خب تو مقصری از اینکه نتونستی مثلا همون نیمه اول که ضعف بازیشو دیدی تعویزش بکنی، بازیکن جدید بیاری تو داخل زمین و بتون عملکردشو جبران بکنه اون بازیکن جدید، نه اینکه بازیکنی که ضعیف‌ترین بازیکن تیم ملی بود تو اون بازیو بیا تا دقیقه آخر تو جایی که میتونه بازی بدی و فقط جایی که مصدوم میشه از زمین بیاریش بیرون. بعد برگشتی گفتی که اگه تعویزش میکردم رسانه‌ها یه چیز دیگه میگفتن و یه جا دیگه میگی که ما شجاعت داشتیم که تیم ملی اینجوری بازی کرد. ببین اگه شجاعت داشتی، این شجاعت هم باید میداشتی که رسانه‌ها اگه در مورد حرفی زدن تو جوابشون رو بدی. میدونی چی میگم؟ نه اینکه تارمی بازی بکنه تا دقیقه آخر که خبرگزاری خبرنگار در مورد چیزی نگه. این تناقض بین حرفات. بالاخره شجاعت داری یا میترسی که دیگران در مورد حرفی نزنن؟ بعد میگه که نه شما غیر منصفانه دارید ما رو نقد میکنید. بعد مهدی قائدی کسی که تو دو تا بازی آخر بازیش ندادی اومده بهترین وینگر چپ مسابقات شده، از طرف AFC کارشناسای فوتبال تشخیص داده که این بهترین وینگر مسابقاته و تو باز تو دو تا بازی آخر بازی ندادی اینو. ها تو بازی با ژاپن که اینو بازی کرد. خب چرا؟ مثلا تو همون بازی با ژاپن تو میای یه بازیکن خلاق تو میاری بیرون چند دقیقه بدون بازیکن خلاق و بعد قوری زاده رو میاری بجاش. خب تو اگه قرار بوده بازیکن خلاق نداشته باشی، خب چرا دوباره یه بازیکن خلاق رو فرستادی داخل زمین؟ تو بازی با قطر همینطور، تو خلاقیت رو از تیم ملی گرفتی، بازیکن‌های تکنیکی و تاکتیک پذیرتر رو نیوردی داخل بازی ندادی و بازیکن‌های تو زمین نگه داشتی که ضعف داشتن.
تارمیو نگه داشتی، جهانبخش رو نگه داشتی، قلی‌زاده نمیتونه زودتر بیاد داخل زمین، قلادی نمیتونه زودتر بیاد داخل زمین. خب این چیزهایی هست که تو جواب نمیدی بهش و دفاع میکنی، میگی که ما گذاشته بودیم برای زمانی که بره به وقت اضافه، تو اونجا ما دیگه تعویض میکردیم و قائدی و قلی‌زاده رو میاوردیم داخل. یعنی میخوام بدونم تو استراتژیت برای بازی با قطر این بود که مساوی بگیری بری وقت اضافه بعد اونا رو بیاری داخل زمین؟ یعنی چطور ممکنه مربی تیم ملی مملکت ما تو بازی که باید ببریم تو همون وقت‌های اصلی بازی و بریم به فینال، یعنی تفکر به این فکر کرده که بازی میره به وقت اضافه، من قایدی و قلی‌زاده رو نگه دارم برای اون زمان. خب توی که برای مساوی بازی میکنی قاعدتا میبازی، اونم از قطره که اونقدر آماده بود تو جام ملت‌ها و از کوچیک‌ترین اشتباهات همون داشت استفاده میکرد. بعد برگشتی گفتی که من اکرم عفیف رو اومدم آنالیز کردم، یه آنالیز گروهی داشتیم، یه آنالیز فردی بازیکن‌ها تک تک آنالیز کردیم و آنالیزا رو فرستادم برای بچه‌ها تو گروه تیم ملیمون تو تلگرام. تو تلگرام مثلا جای مسائل فنیه مگه؟ شما مگه نباید جلسه بذاری تک تک بازیکن‌ها رو بهشون بگی این کارو کن اون کارو بکنن؟ یعنی شب بهشون فرستاده که رفته پیکارش؟ براشون نخواستی که آقا شما مطالعه کردی این آنالیز رو دیدی الان میدونی باید چی کار بکنی داخل زمین؟ یعنی همینجا براشون فرستادی که یعنی تموم شده دیگه اون کارشو انجام میده؟ این مسائل فنی اینجوری وقتی انجام میدی واقعا آدم به دانشش شک میکنه. بعد اون بالا اوایل صحبتش برگشته بود در مورد اینکه کادر فنیش حرف چون تاییدش میکنه این رو انتخاب میکنه یا نه، یه حرف جالبی هم زده، اومده گفته که ما حتی هیچ جای دنیا شما پیدا نمیکنید که پزشک و تیم رو بیارن داخل جلسه فنی تیم، من میارم به خاطر اینکه اونا بیان بگن که بازیکن ها الان آمادگی روحی و جسمی دارن یا نه، و صحبتایی که مثلا بازیکن به کادر فنی نمیگه ولی به پزشکی میگه، کادر پزشکی میگه آقا به ما منتقل بکنه که ما بدونیم باید چی کار بکنیم. به این فکر نکردی اگه جای دیگه دنیا این کارو نمیکنن یا کمتر انجام میدن یه دلیلی داره و تو خواستی مثلا خیلی شاخ باشی، اولین نفری باشی که این کارو داره انجام میده. امیر قلعه‌نویی تو این مدت نشون داده جز مالکشی روی کارهاش، روی اشتباهات تاکتیکیش که هیچ کدوم نمیپذیرفت، یعنی میثاقی هر کدومم میگفت آقا چرا قاعده بازی ندادی، این از نظر کارشناسا بالاخره یه ایراد به تو که اومدی یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی رو تو مهمترین بازیش که باید بریم صعود بکنیم به فینال بازی ندادی، بعد قبول نمیکنی. خیلی جالبه. بعد جالبه بهش میگه که آقا قلعه‌نویی به میثاقی میگه، میگه حالا ما اسدی و نمیدونم مقالو اینا رو آوردیم، شما به من بگید مگه ما خلق موقعیت نکردیم؟ میخوام بدونم دقیقاً بعد از اینکه اونا رو آورد تو زمین غیر از اون یه دونه تیرکی که جهان بخش داشت کدوم موقعیت خوبی ما داشتیم که گل نکردیم؟ اصلا تونستیم موقعیتی بسازیم؟ اومده یکی از بهترین سانترکننده های ما رو هم رضاییان اومده آورده بیرون، بعد به جای سرزن آورده داخل زمین، بعد موقعیت نتونسته بسازه، قبولم نمیکنه. گروهبان قندلی دانش کافی رو نداره، کادر فنیش دانش کافی رو نداره، یه لشکر کادر فنی درست کرده که یکی از یکی بی سوادتره. باز خدا عزیزه دمش گرم که ادامه نداد با قلعه‌نویی، حالا اون کنارش گذاشت، این خودش خواست بره. بالاخره این به نظرم سربلند شد خدا عزیزه، این که کنار قلعه‌نویی ادامه نداد و کنارش نموند. دانش کافی نداره برای ادامه سرمربیگری و واقعا ترسناک آینده تیم ملی ما با امیر قلعه‌نویی، کسی که تاکتیک مشخصی نداره داخل زمین و دل میبنده روی وقتی کارش گیر میفته، دل میبنده به همون ارسالهای بلند زمین حریف که بتونه از روی سانترهای گلی بزنه، تاکتیک قدیمی که انجام میداد با تیمهای مختلف، یه سرزن یه سنتر خوب اونجا باشه و یک برش سانت بکنه، یک کله رو بزنه بره داخل دروازه و تیمش ببره یا مساوی بکنه یا هر اتفاق دیگه. تاکتیک دیگه ای نداره این آقا. پرس نمیتونه بکنه تیم ملی، پاسکاری خوبی نداره، معمولا پاسامون بالای 400-500 نمیرفت داخل بازی ها. این ضعف تیم ملی توی گردش توپ ها میرسونه که تیم نمیتونه یه بازی رو به گردش در بیاره، نمیتونه بازیکن همدیگه خوب پیدا بکنن و سر زمین ما مشکل داره. جهان بخش توی این جام ملت‌ها جهان بخش همیشگی نبود، واقعا بد بازی می‌کرد ولی جایگزین مناسبی براش نداشت.
اومده گفته که ما جوانگرایی می‌خواستیم بکنیم، از شجاعت حرف می‌زنیم، ولی چرا انقدر شجاع نبود که جوانگرایی شروع بکنه؟ همون سامان فلاح جوان که از مدافعای خوب تیم ملی، مدافعای خوب لیگ برتر ماه، چرا اون بازی نکرد داخل زمین؟ و چندین سوال دیگه که قلعه‌نویی جواب نمیخواد بده بهشون و ماسمالی میکنه، میگه من اشتباه کردم، ولی یه ولی میذاره بعدش توی توجیه میکنه که ازش بگذر و کارامه خودشو مثبت جلوه بده. ولی حالا چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، قلعه‌نویی تا پایان جام جهانی بعدی 26 تو تیم ملی ما هست و سرمربی ملی تیم ملیمون میمونه. حالا میگه من میخوام جوانگرایی رو شروع بکنم و آروم آروم تیم رو جوان کنیم و نسل رو عوض بکنیم. حالا امیدواریم که این کار رو بتونه انجام بده و تیم نتیجه بگیره. اما من به شخصه به این کادر فنی، به دانش قلعه‌نویی چندان اعتمادی ندارم و به نظر من آینده خوبی در اطراف تیم ملی نیست. حالا ببینیم که چی پیش میاد. نظر شما در این مورد چیه؟ به نظرتون گروهمان قندلی، امیر قلعه‌نویی دانش کافی رو داره برای اینکه مربی تیم ملی بمونه و تیم ملی باهاش موفق بشه یا نه؟